دکتر صاحب، چه اندازه نان خشک باید مصرف کنیم در روز؟ و قبل از او خوش آمده. تشکر. سلام خدمت بیننده عزیز، خدمت شما تابان جان و سلامت. خدمت همکارای عزیز ما تابان جان، استفاده از نان گندم مقدارش وابستگی به این داره که شخص چقدر اشتیا داره و چقدر میتونه که استفاده کنه و چقدر بخش از غذاییش تشکیل میده. خب یک فرد اشتیا خیلی بلند خیلی زیاد میداشته باشه، پس یعنی مصرف بیشتر میداشته باشه. مصرف بیشتر میداشته باشه و نان خشک و یا نان گندم چیز هست که جایش هیچ چیز دیگه گرفته نمیتونه. همانطور که در فرهنگ ما و شما هست که بیشترین مصرف گندم شاید که در ممالک آسیایی حتی افغانستان داشته باشه، به خاطر که بدون نان گندم هیچ اصلا دسترخان هیچ وقت پوره نمی باشه و یک چیز بسیار جا تطمی و ضروری دسترخان های مردم افغانستان است. و ولی تامان جان، مهمتر از همه ای است که نان گندم چقدر خوبی ها داره و چی بدی ها را میتونه داشته باشه. تامان جان، این را شنیدی که نان گندم نان سبوزدار بی سبوز میگن؟ نه؟ بله دقیقا. فقط نان گندم با جدا ساختن سبوسش یک چیز بسیار جد مضر شده میتونه. اگر از نان گندم ما سبوس علایده کنیم و نان تهیه کنیم، باور کنین که یک چیز بسیار جد خطرناک میشه و خوبی های نان گندم همش وابسته به سبوسش است. مثلا ما طور مثال برتان یک چند خوبی از این یادآوری میخوایم بکنم. خودتان میفهمین که گندم یک ساختمان نشایسته ای داره و سبب بلند رفتن قند خون میشه. اما اگر سبوس گندم با همراه از او باشه، بر علاوه از این که نمیگذاره که چربی امی شکر خون بلند بره، در ضمن یک اندازه کمک میکنه که شکر اضافی در روده ها جذب نشه و این یک فایده بسیار زیاد خوب نان گندم است در صورتی که با سبوس استفاده شود. یادتون باشه مهمترین گپی است که ما نان گندم با سبوس استفاده کنیم. بدون سبوس اصلا امو کیفیت، ماهیت و ارزش خود نان از دست میده. یعنی نان همیشه باید سبوس دار استفاده شود. اول گپش همی بود که قند خون تنظیم میکنه. دوم مسئله، مانع جذب کلسترول های مضری بدن میشه. امی سبوس گندم یک خاصیت داره که کلسترول یا امی چربی مضره که اگر در خون گچ شوه یک مقدار خطر ایجاد کنه، این با خود جذب میکنه و نمیگذاره که زیاد کلسترول خون بلند بره. در ضمن وقتی که ما نان گندم استفاده میکنیم، بر علاوه از اینکه مانع جذب کلسترول میشه، یک اندازه در مقدار کلسترول خون هم تغییرات میاره. مثلا 15 الی 18 فیصد کلسترول خون به شکل دوامدار اگر که ما نان گندم سبوزدار استفاده کنیم، سبب میشه که امی کلسترول خون 15 الی 18 فیصد تحت کنترل نگاه کنه. طور مثال اگر که یک شخص داره یک کلسترول 220، اگر متواتر نان گندم استفاده کنه، این به 180 کلسترولش میرسه که اصلا در رنج نرمال است و هیچ کدام مشکل بر شخص پیدا نمیکنه. قسمت های جوانه گندم اگر جدا میشه هم گپ خوب نیست و سبوس هم گپ خوب نیست و در ضمن قابل یادآوری است که سبوس محتوی بعض از ویتامین های بسیار زیاد مهم، مثلا ویتامین B است و در ضمن بعض منرال ها را با خود، مثلا فسفرس و کلسیم و مگنیزیم و این مسائل هم با امرای خود داره و همچنان فولیک اسید داره. اگر کسی نان بدون سبوس استفاده میکنه، این سبب میشه که یک مقدار اینمی ویتامین ها پایین آمده، سبب خراب شدن اشتهای شخص، زیای وزن و کسلیت و اینطور مسائل شوه. و همچنان یک گپ بسیار زیاد مهمی که اگر مادرهای عامله نان بدون سبوس استفاده میکنن یا نانهای سفید استفاده میکنن، سبب میشه که سیستم های عصبی عموجنینشان به صورت درست رشد نکنه و یک میتونه که از نظر عصبی یک طفل معیوب به بار بیاره. دکتر صاحب، میشه در این قسمت روی موضوع هم اشاره داشته باشین که خب معمولا مردم با خودتون گفتن که هیچ دسترخانه بدون نان خشک یعنی نبود نداره و به گفت اصطلاحی که خودشان میتونن که باید حتما نان وجود داشته باشه و حتی با برنج که فکر کنه نیازی داشته باشه که همراهش نان خشک استفاده شه، ولی مردم ما استفاده میکنن. خب شوربا و غیره غذایی که نیاز است به نان خشک همراهش باشه و نوشجان شه و خب در جاش. حالا ما میخوایم بفهمم که ما چقدر
باید مصرف نان خشک داشته باشیم و نیاز هست برای وجود با اندازیش که در روز به او اندازه باید نان خشک استفاده کنیم تا اینکه یعنی هم از صحت خود البته کنترل کرده باشیم و همچنان نتونیم که بیماری های دیگر را یعنی اجازه بدیم که سراغ ما بیه. خب تابان جان یک چیزی که پیشترم یادآوری کردم و باز هم برتون میگم نان خودش یک جزء غذایی است. خب اگر یک شخص در یک وقت یک جزء اعظم غذایش نان تشکیل میده میتونه اون وقت زیاد استفاده کنه. وقتی که اگر جزء قلیل نان شه مثلا شما از برنج یادآوری کردین بعض از خود عادت دارن که یک مقدار نان خشک با برنج استفاده بکنن، اما یک وقتی که اگر ما یک شوربا استفاده میکنیم او وقت یک بخش عظیم از غذا را نان خشک تشکیل میده. یعنی کدام معیار دقیق برای استفاده از مقدار نان خشک وجود نداره، یعنی از لحاظ طبابت شما میگین که هیچ معیار نداره که در چه بعد غذایی چقدر به مو اندازه که جز غذا شده میتونه نان خشک. مثلا یک استفاده از یک ترکاری با پخته به استفاده نان خشک بسیار زیاد ضرورت داره. مثلا ناشتای صبح ما و شما را اکثریت نان خشک تشکیل میده، امروز هر چیزی که ما بخوریم یک مقدار نان خشک حتما همراهش هست. و همچنان اگر ما غذاهای خشک استفاده میکنیم مثلا برنج و یک پاچون خود از او یک منبع نشایسته ای است و اوقدر ضرورت برای نان خشک نیست، در اون موقع با استفاده از نان خشک چی میشه؟ یک ضرر ایجاد میکنه به خاطر که مقدار مواد نشایسته ای که ما در اون یک وقت میگیریم بسیار زیاد میشه. ولی کدام معیار دقیق و تابال برش تعیین نشده که یک شخص در 24 ساعت چند دانه نان خشک بخوره، با چی مقدار گندم مصرف کنه، با چی مقدار چیز ای دقیق نیست. ولی مهمتر از این است تامانیان که ما بعضی گپ هایی که بسیار زیاد خوب است در مورد نان خشک باید بفهمیم و اهمیت از این که نان ما با چی شکل استفاده بکنیم تامانیان. خب پیشتر یادآوری کردم که سبوس نان باید هیچ وقت جدا نکنیم و این یک گپ بسیار زیاد مهم و ارزشمند در قسمت نان است که من میخواهم این موضوع را یادآوری بکنم. سبوس وقتی که جدا میشه ویتامین های بی از جدا میشه، فولیک اسید جدا میشه، مگنیزیم، کلسیم، فسفرس از پیش جدا میشه، خاصیت هایی که مانع جذب کلسترول، مانع جذب شکر میشه، اینا از گندم کم ساخته میشه و سبب میشه که اینمی کارهای خوب را که گندم میتونه در وجود ما شما بکنه او را اجرا نکنه. یک مادر حامله اگر که نان بدون سبوس استفاده میکنه سبب بطاعت رشد نموی سیستم های عصبی جنینش میشه و یک جنین کاملا معیوب از نظر روانی و از نظر عصبی میتونه که به بار بیاره. و حتی یک مشکلی هست که به نام اسپینا بایفیدیا میگن که یک ژورنال را که من مطالعه کردم در یادآوری شده بود که مادرهایی که نان خشک بدون سبوس استفاده میکنن یا نان سبوس بدون سفید سبب میشه که اینمی اسپینا بایفیدیا که یک شکل یک تومور شکل در قسمت سیستم فقرات در کمرشان میباشه ایره به وجود میاره. همچنان نان خشک با سبوس سبب میشه که کاهش قبضیت ایجاد بکنه و هیچ بدیل برای این وظیفه نان خشک وجود نداره که ما کدام چیز دیگر را عوض قرار بدیم. به خاطر کمی خاصیت فایبری سبوس که است این سبب میشه که قبضیت انسان هم رفع شوه. و فایبر این گپ بسیار مهم، ما وقتی که فایبر میگیم تامان جان فایبر یعنی چیزی که روده ها رو هضم نمیتونه و بدون هضم میرن و این یک تسهیل در قسمت حرکات روده ها ایجاد میکنه و این وظیفه بسیار عمده نان خشک سبوسدار است، نان گندم است. بله. که باید استفاده شوه. همچنان در قسمت ویتامین های بی صحبت کردم، برای صحت دندان ها نان خشک بسیار زیاد خوب است. وقتی که کسی که نان خشک بعد از تکمیل غذا یک مقدار نان خشک بجوان امی اجزای غذایی که مضر است بر دندان در مجاری و خلاهای دندان ها جای گرفته سبب تخلیه از اونا میشه و سبب ثبات و صحتمندی مینا یا پوش اساسی دندان میشه و این موضوع بسیار زیاد مهم است. بله سپاس دکتر سبزی که تشریف آوردین. ما در ابتدای حرفایتون جواب خود گرفتم و که خب اندازه دقیق ندارن و معیار دقیق نیست، پس در هر وعده غذایی که نیاز بود میتونن به ما اندازه کافی نان خشک استفاده کنن.